بسم الله الرحمن الرحیم، به نام و یاد خالق بخشنده و مهربان و درود بیکران بر روان پاک منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیری دارم تقدیم حضور همه شما عزیزانی که همکنون بیننده برنامه سفره نور از تلویزیون اصلاح هستید. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله برنامه های سفره نور و امیدوار هستم که با حوصله مندی کامل تا پایان برنامه امروزی همچنان ما را همراهی کنین و از بخشایی که برای شما عزیزان مد نظر داریم نهایت استفاده داشته باشین. عزیزان بیننده، به سلسله برنامه های قبلی سفره نور همانطوری که در جریان هستین، باز هم در اولین بخش برنامه مهمان داریم و انشالله که تا پایان بخش اول برنامه همچنان با ما همراه باشین. و اینجا جناب آقای احمد راشد مصباح در برنامه همراه با خود داریم. جناب آقای مصباح، سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. به نام خداوند دانا و توانا، درود و صلوات بر پیامبر مهربان و اصحابشان. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همچنان همکاران عزیزتان و همچنان بینندای عزیز که فعلا برنامه سفره نور را تلویزیون جهانی اصلاح بیننده هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر از حضور شما جناب قاری صاحب. چگونه سپری شد؟ همونطوری که در جریان هستین 12 روز از ماه مبارک رمضان سپری شده، چگونه گذشت برای شما؟ الحمدلله، خدا را شکر، تا فعلا الحمدلله به یاری الله متعال خیلی روزه خوبی تیر شد. بله، واقعا خیلی روزه تاثیرانگیزی بود. الحمدلله، خدا را شکر، سپاسگزار هستم، تا فعلا روز خوشی تیر شده، تا فعلا الحمدلله. اله شکر. و از اونجایی که در جریان ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه قرآن، و موضوعی که در اولین بخش برنامه مد نظر گرفتیم در ارتباط به فضیلت قرآن کریم است. چه خوبه که در ابتدا فضیلت قرآن کریم رو بیان بکنین، فضیلت تلاوت قرآن کریم خصوصا در ماه مبارک رمضان. فضیلت قرآن کریم حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشد: من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه و الحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. از ابن عبدالله روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی از شما یک حرف از قرآن کریم بخواند، برای از او حسن است، و هر حسنه معادل به 10 حسنه است. من نمیگویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است و لام یک حرف است و میم یک حرف است. پس چه خوب است که من و شما امروزه خصوصا در ماه مبارک رمضان از تلاوت قرآن کریم دریغ نورزیم. جناب قاری صاحب، آیا تنها باید ما در ماه مبارک رمضان متکی به تلاوت قرآن کریم باشیم یا نه در سایر ماه هم خوب است که تلاوت بکنیم؟ چون بعضی ها فقط در ماه مبارک رمضان لوح قرآن شریف رو میکنه. نه، این نباید این کار بشود که تنها به گفته بعضی ها مسلمان رمضانی باشیم. بله، این نمی شود که فقط ماه مبارک رمضان که هست من و شما تلاوت داشته باشیم، در ماه دیگر نداشته باشیم. پس چه خوب است که همیشه من و شما خصوصا در صبح تلاوت داشته باشیم. زندگی خود را زمانی که کار را شروع میکنیم، قبل از کار، قبل از رفتن به وظیفه، تلاوت قرآن کریم داشته باشیم، هم در این ماه و هم در سایر ماهای دیگر داشته باشیم تلاوت را. بسیار عالی. پس چه خوبه که شما هم یک تلاوت زیبایی داشته باشین جناب قاری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین.
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. بسیار عالی بود، بسیار اقتصادهای زیبایی دارین جناب قاری صاحب. بعضی ها در بزرگسالی شاید تلاوت قرآن کریم نتونن درست بخونن از رو، یا هم نتونن به درستی حروف از رو ادا بکنن، و برای آموزش از او هم شاید که خجالت بکشن برای آموزش قرآن کریم در بزرگسالی. میشه که شما هم نظر خود رو بیان بکنین. در بزرگسالی که هست خیلی یک فکر ضعیفتر بگمی تا فکری هست، میشه این نمیشه ما یک بونه برای خود ایجاد کنه، یک بونه برای خود پیدا کنه که حال سنده سالی از ما گذشته. سنده سال هست فقط یک عدد است. نمیشه که بگیم حال من پیر شدم، حال من کار دارم، وظیفه دارم، من مجبورم کار کنم، وقت نمیشه که بگذارم. حتی اگه مطالعه داشته باشیم زندگی نامه صحابای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اونا که بود در بزرگسالی به اسلام مشرف شدن و در بزرگسالی هم که اصلا قرائت قرآن کریم را خواندم، و در بزرگسالی هم نگاه کنیم مفسرین بزرگترین مفسرین شدن که الحمدلله افتخار جهان هستند، جهان اسلام هستند. و این هم خیلی خوب میشه که خود قرآن کریم که به خصوص به حساب لسان عرب سعی کنیم 29 حرف از حروف قرآن کریم، فقط روز یک حرف که انسان وقت بگذاره انشالله به 29 روز که هست به حساب تجوید و ادای حروف خیلی خوب هم میشه. و نمیشود که ما یک بونه برای خوب پیدا کنیم بگیم سنده سال که هست ما نمیگذاره که ما قرائت قرآن کریم را یاد بگیم. بله، یعنی پس نباید به سن متکی باشیم در هر سن و سال. میشود چه خوبه که ما بتانیم که حتی حداقل از روی خواندن قرآن کریم یاد داشته باشیم. جناب قاری صاحب، خود شما به مدت چند سال طول کشید تا که قرآن کریم را حفظ کردین، و یا هم جلویتر از او چگونه شد که شما روی به حفظ قرآن کریم آوردین؟ من خودم که بودک قبلا سنده سال که بودم که رفتم دارالافتا رفتم، اول خوب پدر و مادر مشوقین به خانواده که بود، پدر و مادر بودن، خصوصا پدر، همچنان مادر، برادر بزرگم خیلی کوشش واقعا زحمت کشیدن، الله پاک مزدشون بدهد. و در ظرف 2 سال قرآن کریم را من حفظ کردن که یک تایمه بودن که یک تایم به دارالافتا بودن و تایم دیگر به مکتب بودم، که الحمدلله هم حفظ قرآن کریم در اون سال تمام شد و هم از صنف 12 فارغ شدم. بسیار عالی. انگیزه جوانان نسبت به تلاوت قرآن کریم و نسبت به یادگیری قرآن کریم از روی روحانی با تجوید و با ادا کردن درست حروف قرآن کریم چگونه میبینین؟ چقدر علاقه مند هستن؟ الحمدلله فعلا که از خصوصا همین دوستایی که خود ما دارم، امروی دوستایی که سر و کار دارم، الحمدلله خیلی به حساب قرائت قرآن کریم، حتی درسای خصوصی هم خود ما دارم که دوستا خوین هسته تشویق کردم و برایشان بگفتم که تایم بیام خود شما درس قرائت پیش ببرم، که الحمدلله نتیجه هم داده. واقعا دمی که میخونن خود اینا یک خوشی برای خود اینا ایجاد میشه، که میگن قریص ما خیلی اصلا باور نمیکردن که ما یاد بگیریم. اما سوال قبلی شما که بود که گفتین سنده سال، واقعا به سنده سال که هستم اینا الحمدلله خیلی خوبم که هست، یاد گرفتم و حساب قرائت و حساب تجوید خو خیلی خوبم بشدم. بسیار عالی. قبلا شما اشاره کردین جناب قاری صاحب که گفتین هر حرف قرآن کریم هر که ما بخونیم بدون شک حسنه داره و پاداش داره. پس اگر ما بیاییم کل قرآن کریم رو بخونیم ببینیم که چقدر حسنه داره و چقدر مزد و جایگاه داره در نزد الله متعال، و فضیلت قرآن کریم بیشتر صحبت بکنیم. جناب قاری صاحب قبلا اشاره داشتیم که نباید ما تنها متکی باشیم در ماه مبارک رمضان، که در هر سال یک ماه ماه مبارک رمضان هر و رمضان است، و ما تنها در ماه مبارک رمضان لای قرآن کریم رو وانی کنیم. نشه که میر بیشتر صحبت بکنیم تا که انشالله بیننده های عزیزی که قبلا
شنونده و بیننده این بحث نبودن بیشتر بدانند. حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است: اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه. قرآن کریم را بخوانید که یقینا قرآن کریم در روز قیامت یاران خود را شفاعت میکند. حدیث قبلی هم که گفتم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی از شما یک حرف بخواند یک حسن است و هر حسن برابر ده حسن است. پس چه خوب است که من و شما بخوانیم. نشود قبلا هم گفتم که در ماه مبارک رمضان تنها بخونیم، بلکه در سایر ماه هم بخونیم. قرآن کریم و فضیلت زیادی دارد که از جمله شفاعت خود قرآن کریم از خود شخص می باشد. بسیار عالی. و صحبت های اخیر شما جناب قاری صاحب و پیام شما برای بیننده های عزیزی که هم اکنون بیننده برنامه سفره نور هستند میشنوی. پیام اخیر ما برای بیننده های عزیز خصوصا جوان ها و بزرگسالان هستند اینه که یک بونه ایجاد نشود برایشان که بگویند ما سن سال گذشته ما نمیتوانیم مثلا قرائت قرآن کریم و یا تجوید قرآن کریم را یاد بگیریم. از اینا خواهشمندم که به مرکزهای دینی که در نزدیک خانه هایشان هست مراجعه کنه و انشالله با یقین کامل میکن ظرف یک ماه ادای حروف را انشالله که یاد میگیرن. بله الحمدلله امروز ما میبینیم شاید هستیم که مراکز قرآنی و مراکز دینی در جامعه ما زیادتر شده و مردم ما هم نسبت به یادگیری قرآن کریم علاقه مندی بیشتر دارند. الحمدلله مو تنبوه شده. قبلنا اگه ما و شما گذشته را بپرسیم از بزرگان میگن که در مساجد که بوده خیلی کم بوده که مثلا دارالحفاظ یک دارالحفاظ بوده و هم خونه پوری که شاگرد بوده خیلی کم 5 تا الی 10 تا اینا بوده. بله. که الحمدلله فعلا در هر مراکز دینی خصوصا دارالحفاظ ها بدیم برابین ایچی نواشه 100 تا شاگرد 120 تا شاگرد در دو تایم که هسته در دارالحفاظ ها در آل خان یاد گرفتن قرآن کریم هستن. بسیار تشکر از حضور شما جناب آقای احمد راشد مصباح حافظ قرآن کریم. زنده باشین. خوشحال شدم. سلامت باشین. زنده باشین. بیننده های عزیز، بیننده برنامه سفره نور همچنان باشید. بعد از یک میان برنامه دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.